سلام، با وقت بخیر. بعد تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان از یک خوش آمدید. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در یک گفتگوی اختصاصی به تلویزیون یک تایید می کند که هیئت حکومت سرپرست قرار است در نشست سوم دوحه اشتراک کند. نشست سوم دوحه با اشتراک نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان تا دو هفته دیگر به میزبانی سازمان ملل متحد در دوحه برگزار می شود. سازمان ملل متحد هدف از برگزاری نشست را افزایش تعامل جهان با حکومت سرپرست به گونه منسجم و ساختارمند گفته است. تشویشونه دا راپورته کیږي چې اسلامي امارات دا ځل دوهې ناسته کې ګډون کوي، کنا اجنډا هم شریکه شوې ده. یادونه باید وکړو چې بلې انشاءالله د دوهې په نشست کې اسلامي امارات استازی ګډون کوي. د افغانستان موقف به بیانوي، د افغانستان هلته دریځې به خبرې کوي او به کوي. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین، در پیامی به مناسبت عید سعید قربان خواستار ادامه کمک‌های نهادهای جهانی به شهروندان کشور شده است. آقای عبدالله در این پیام آبادی و پیشرفت افغانستان را در اتحاد، همکاری و تأمین حقوق مشروع آموزش و کار برای همه شهروندان دانسته است. وی در بخش از پیام خود از مردم افغانستان خواسته است که باید با دقت و تمرکز بر منافع ملی، وحدت ملی، احترام به تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی و فراهم آوری زمینه زندگی مسالمت آمیز برای همه اقوام همگام و همصدا شوند. رسانه های آلمانی گزارش دادند که یک شهروند افغانستان در آلمان که هموطنش را کشت و به هواداران فوتبال حمله کرده، با شلیک بر توسط پلیس این کشور کشته شده است. بر اساس این گزارش ها، این رویداد روز گذشته در غرب آلمان اتفاق افتاده است. پلیس آلمان بر رسانه ها گفته است که این شهروند 27 ساله افغان عصر روز گذشته برای نخستین بار با چیز شبیه چاقو به یک هموطنش حمله ور شده است. رادیوی ارتش اسرائیل به نقل از روزنامه الاخبار گزارش داده است که امارت اسلامی به کشور ایران اطمینان داده است در صورت جنگ شدید بین اسرائیل و حزب الله لبنان، هزاران نیرو به لبنان می‌فرستد. سفیر ایران در کابل در سفر اخیرش گفته است که افغانستان محور مقاومت است و اگر نیاز شد نیروهای استشهادی از افغانستان به غزه خواهند رفت. پس از حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه، حزب الله لبنان با جنگجویان اسرائیل درگیر شده و در روزهای اخیر این درگیری ها شدت گرفته است. این در حالی است که امارت اسلامی افغانستان تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. سرپرست وزارت حج، ارشاد و اوقاف امارت اسلامی از رسیدن حجاج افغان به عربستان سعودی از بهر ادای مراسم حج خبر دادند. این وای افزوده است که با دو شرکت داخلی برای انتقال 30,000 افغان به عربستان سعودی قرارداد بستند و برای ارائه خدمات بهتر برای این زیارت کنندگان تدابیر لازم گرفته شده است. این در حالی است که قرار است حجاج افغان فردا به منظور ادای مراسم حج به میدان عرفات بروند. و اما در مهمترین های جهان، ارتش اسرائیل یک شنبه اعلام کرد که تا ادلای ثانوی برای ایجاد امکان ارسال کمک های انسان دوستانه به نوار غزه، هر روز از ساعت 5 صبح تا 4 عصر به وقت محلی، درگیری ها در بخش هایی از جنوب نوار غزه را به صورت تکتیکی متوقف می کنند. این توقف درگیری ها از کنار گذرگاه کرم شالوم در رفح تا جاده صلاح الدین و مسیر شمالیان صورت خواهد گرفت. سازمان ملل میگوید که از 6 تا 6 جون روزانه 48 کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه ارسال خواهد کرد. این رقم در ماه اپریل 168 تن بوده است. سپاسگزار از توجهتان به خبرهای این ساعت در یک.